سلام برای پرتاب یک ماهواره از زمین به موشک ماهواره بر احتیاج داریم این موشک‌های ماهواره بر معمولاً بزرگ و سنگینند و برای فرستادن ماهواره ها به مدارهای نزدیک به زمین استفاده میشن خیلی به نیست که از اونها برای ارسال ماهواره ها به مدارهای بالاتر استفاده کنیم برای همین وقتی که میخوایم یه ماهواره رو به مدارهای بالاتر برسونیم اول اون رو توی مدار پایین رها میکنیم و بعد ماهواره با استفاده از سامانه‌هایی که داره و رانشگرهایی که داره باید بتونه خودش رو به اون مدارهای بالاتر برسونه ولی امروزه که اکثر ماهواره ها توی ابعاد خیلی کوچیک طراحی و ساخته میشن دیگه نمیشه روشون موتورهای قدرتمندی نصب کرد که اونها رو به اون مدار مورد نظر برسونه برای همین میان از یک سامانه‌های انتقال مداری که به انگلیسی بهشون یدککش فضایی یا اسپیس تاک هم میگن استفاده میکنن توی این ویدیو میخوام در مورد این سامانه ها صحبت بکنم و در مورد این بلوک انتقال مداری سامان یک که اخیرا ایران پرتاب کرده و داره اون رو آزمایش میکنه یه توضیحاتی بدم با من امرو باشید در گذشته ابعاد و اندازه های ماهواره ها خیلی بزرگ بود و معمولا میشد روشون یک رانشگرهای یا موتورهایی نصب کرد که بتونن مدار خودشون رو تغییر بدن امروز هم ماهواره های بزرگ این موتورها و رانشگرها رو روی خودشون دارند. ولی خب اکثر ماهواره توی ابعاد خیلی کوچیک دارن ساخته و طراحی میشن کیوب یا ماهواره مکعبی دیگه به یه استاندارد توی طراحی و ساخت ماهواره تبدیل شدن در واقع در یه زمانی اومدن دیدن اکثر ماهواره یک سری المان و قطعات مشترکی دارن که توی یک یا چند مکعب کوچیک 10 سانت در ده سانت جا میشن بنابراین اومدن یه استانداردی رو تعریف کردن و خیلی از این قطعات رو به صورت مدولار آماده کردن که وقتی کسی میخواد یه ماهواره رو طراحی کنه میتونه از این ها استفاده کنه و هزینه طراحی و ساخت ماهواره از چند میلیون دلار به چند هزار دلار کاهش پیدا میکنه این ماهواره کوچیک با اینکه رانشگرهای خیلی کوچیکی برای اصلاح و تغییر جهت خودشون دارن ولی دیگه نمیتونن موشکهای قدرتمندی داشته باشن که مدار اونها رو بتونه به طور کلی تغییر بده برای همین میان از ابزارهای کمکی برای تغییر مدار ماهواره ها استفاده میکنن اینم جالبه بدونید که برعکس ابعاد ماهواره ها که داره کوچیک و کوچیک تر میشه ابعاد موشک های ماهواره بر داره بزرگ و بزرگتر میشه چون هرچی موشک ماهواره بر بزرگتر باشه میتونه تعداد بیشتری ماهواره رو با خودش هم بکنه و این باعث میشه هزینه پرتاب ماهواره‌ها به شدت کاهش پیدا کنه این موضوع لزوم استفاده از این سامانه‌های انتقال مداری رو بیشتر کرده چون همه اون ماهواره‌ها رو اون موشکی که پرتاب میکنه نمیتونه بیاد توی یک مدار رها بکنه و باید اونها توی مدارهای مختلفی قرار بگیرن و بنابراین موشک میاد این ماهواره رو در یک ارتفاعی رها میکنه و بعد اون سامانه‌های انتقال مداری اون ماهواره‌ها رو به اون مدار مورد نظر انتقال میده در مورد انواع مدار ماهواره و موشک های ماهواره بر توی این ویدیو مفصل توضیح دادم و در مورد ماهواره برهای ایرانی مثل سیمرغ که توی این پرتاب اخیر هم ازش استفاده شده تو همین ویدیو صحبت کردم ولی اگه بخوام اینجا یه اشاره کوتاهی به اون مباحث بکنم باید بگم که موشک های فضایی یعنی موشک که یک باری رو به مدار زمین یا به فضا میفرستن معمولا در چند مرحله میشن. یه مرحله اولیه و اصلی دارن که وظیفش اینه که بتونه اون بار رو توی اون قسمتی که گرانش زمین از همه بیشتره از زمین جدا بکنه برای همین خیلی موتورهای قوی و مخازن سوخت خیلی بزرگی داره که وقتی که به یه ارتفاع مشخصی رسید این مخازن سوخت تموم میشن و این قسمت از موشک دیگه خاموش میشه و از کار میفته از اینجا به بعد اتصال این قسمت اولیه به بقیه موشک دیگه یه چیز مزاحم و اضافیه با اینکه توی اون ارتفاع ممکنه دیگه وزنش خیلی مورد خاصی نداشته باشه ولی به خاطر جرم خیلی زیادی که داره و به خاطر قانون اول حرکت نیوتون ما برای تغییر سرعت دادن و تغییر جهت دادن به اون جرم زیاد نیروی زیادی لازم داریم و برای همین دیگه لازم نیست اون قسمت از موشک دیگه استفاده نمیشه همراه بقیه بار موشک بمونه جدا میشه اون قسمت به زمین برمیگرده و مرحله دوم موشک اون بار رو با خودش به مدارهای بالاتر هم میکنه بعضی وقتا ماهواره ها یا اون سفینه که داره به فضا هم میشه با همین مرحله دوم موشک به اون مدار مورد نظرش میرسه و در اونجا رها میشه ولی بعضی وقتا هم برای رسوندن اون به اون مدار خاص باید یک مرحله سومی هم استفاده بشه که معمولا همین سامانه های انتقال مداری اون مرحله سوم موشک های فضاییه البته از نظر فنی یه فرقایی بین سامانه انتقال مداری و یدکش فضایی و مرحله سوم موشک وجود داره که اینجا نمیخوام وارد جزئیات بیشتر اونها بشم. حالا بریم سراغ این که این سامانه انتقال مداری چجوری مدار یک ماهواره رو تغییر میده قبلا توی چند تا ویدیو توضیح دادم که این حرکت مداری یک ماهواره به دور زمین در واقع یه جورایی یک سقوط آزاد دائمی به سمت زمینه شما اگه یه جسمی رو از یه ارتفاعی با یه سرعت اولیه افقی پرتاب کنید یه مقداری جلو میره تا یه جایی بالاخره به زمین میخوره حالا اگه سرعت اولیه رو بیشتر کنید بیشتر جلو میره و خیلی دیرتر به زمین میخوره چون هرچی جلو میره و پایین میاد انحنای زمین هم باعث میشه فاصلش تا زمین دیرتر کاهش پیدا کنه اگه با یک سرعت اولیه کافی بتونیم جسم رو به صورت افقی پرتاب کنیم و هوایی هم نباشه که بتونه سرعت اون رو کم کنه هرچی جس پایین میاد که به زمین بخوره زمین هم با انحناش ازش دور میشه و بنابراین موازی با سطح زمین حرکت میکنه و هیچ وقت به زمین نمیرسه و میتونه برگرده به مکان اولش و بعدش این حرکت رو ادامه بده و تا وقتی چیزی این سرعت رو کم نکنه همینطور دور زمین بچرخه توی ارتفاعی پایین نمیشه این کار کرد چون مقاومت هوا سرعت اون جسم و اون ماهوره رو کم میکنه و این باعث سقوطش به سمت زمین میشه ولی توی ارتفاع بالا مثلا از 200 کیلومتر به بالاتر دیگه جو زمین خیلی رقیق شده و دیگه تقریبا مقاومت هوا صفره و ماهواره با هر سرعتی رها بشه با اون سرعت میتونه به دور زمین بچرخه و سرعتش تقریبا کم نمیشه این که میگم تقریبا یعنی بالاخره یه هوایی ناچیزی تو اون ارتفاع ها وجود داره که به آرومی سرعت ماهواره رو کم میکنه و در نهایت باعث سقوط ماهواره میشه که بعضی از ماهواره ها بعد از یه مدتی واقعا سقوط میکنن و عمرشون تمام میشه و بعضی هم یک سامانه دارن برای که مدارشون اصلاح کنه یعنی بعد که یک ذره مدارشون افت پیدا کرد دوباره اونها رو به مدار اولیه برمیگردونه نکته مهم اینجاست که اون سرعت اولیه پرتابی که گفتم باید انجام بشه تا اون جسم بتونه توی یک مدار دایره دور زمین بمونه برای هر ارتفاع یه سرعت خاصه و هرچی از زمین دورتر میشیم این سرعت کاهش پیدا میکنه چون وقتی به زمین نزدیکیم گرانش قویه و باید سرعت زیاد باشه تا اون گرانش نتونه اون جسم رو به سطح زمین نزدیک کنه ولی وقتی که از زمین دور میشیم گرانش ضعیفتر میشه و با یک سرعت کمتری میشه توی اون مدار خاص موند پس تو هر ارتفاع خاصی یعنی تو هر مدار خاصی اگه ما بتونیم اون ماهواره رو با یک سرعت دقیق و مشخصی به صورت افقی و کاملا موازی با سطح زمین پرتاب بکنیم اون توی مدار میمونه اگه سرعت پرتاب کمتر باشه به سمت زمین سقوط میکنه و اگه سرعت پرتاب بیشتر باشه از زمین دور میشه البته یک حالت دیگه هم وجود داره و اونم اینه که اگه دقیقا با همون سرعت مداری اون مدار خاص پرتاب نکنیم ممکنه توی یک مدار بیزی به دور زمین بچرخه که جلوتر توضیح میدم مثلا برای اینکه ماهواره توی مدار لئو یعنی مدار نزدیک به زمین دور زمین به چرخه باید سرعتی در حدود 7 تا 8 کیلومتر در ثانیه داشته باشه تا بتونه تو یک مدار دایره‌ای دور زمین به چرخه ولی این سرعت برای مدارهای میانی مثلا به حدود 4 5 کیلومتر در ثانیه میرسه و برای مدار بالایی جئو که مدار زمینیستا هست به حدود 3 کیلومتر در ثانیه میرسه. بهترین راه برای انتقال مدار یک ماهواره از یک مدار پایین مثل او به مدارهای بالاتر استفاده از یک روش یا یک مانور انتقال مداری به اسم هوهمانه توی این روش اول ماهواره توی مدار دایره نزدیک به زمین قرار می‌گیره که بهش مدار پارکینگ هم میگن مثلا فرض کنید توی این مدار سرعتش 8 کیلومتر در ثانیه است بعد در یک لحظه با یک نیروی رانشی که به مدت زمان کوتاهی به اون ماهواره وارد میشه این سرعت رو زیاد می‌کنند. مثلا به 9 یا 10 کیلومتر در ثانیه میرسوند. که باعث میشه مثل همون مثال پرتاب یک جسم از یک ارتفاع که اگه سرعت رو بیش از حد می کردیم باعث میشد ارتفاع زیاد بشه ماهواره هم ارتفاعش زیاد بشه و از زمین دور بشه اگه تو این حالت به ماهواره کاری نداشته باشیم یعنی دیگه موتوراش روشن نشه و همینطور خاموش به حرکت خودش ادامه بده هرچی از زمین دور میشه سرعتش کمتر میشه چون انرژی جنبشیش داره به انرژی پتانسیل تبدیل میشه یا یه جوری دیگه میتونیم بگیم که موقع دور شدن از زمین گرانش زمین اون رو به سمت خودش میکشه و روش کار منفی انجام میده و انرژیش رو میگیره و باعث کاهش سرعتش میشه اگه اون افزایش سرعت اولیه که به ماهواره دادیم از یه حدی بیشتر باشه این باعث میشه ماهواره با اینکه هرچی دور میشه سرعتش کمتر بشه ولی همیشه به این دور شدن خودش ادامه بده و هیچ وقت که به سمت زمین بر نگرده ولی اگه خیلی زیاد نباشه ماهواره به یه جایی میرسه که دوباره موازی با سطح زمین حرکت میکنه و توی این نقطه چون سرعتش کمتر از سرعت مداری توی اون ارتفاع هست مثلا فرض کنید توی اون ارتفاع سرعت مداری باید 5 باشه ولی این ماهواره سرعت مداریش به چهار کیلومتر در ثانیه میرسه باز طبق همون مثال پرتبه یک جسم که اگه سرعت کمتر از یه حدی باشه به سمت زمین نزدیک میشه این ماهواره هم شروع میکنه به زمین نزدیک شدن در واقع این نقطه دورترین فاصلهش از زمین بوده که بهش اوج مدار میگن و سرعتش هم به کمترین مقدار ممکن در طول حرکتش میرسه بعد با حرکت به سمت زمین دوباره سرعتش زیاد میشه چون انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل میشه یا میتونیم بگیم که گرانش زمین اون رو به سمت خودش میکشه و روش کار مثبت انجام میده و سرعتش رو زیاد میکنه و دوباره به همون نقطه‌ای میرسه که از اون نقطه با افزایش سرعت از مدار دایره خارج شده بود که کمترین فاصله از زمین میشه و بهش حزیز مدار میگن تو این نقطه سرعتش به حد ممکن در طول حرکتش میرسه و به همون سرعت اولیه که از این نقطه حرکت کرده بود میرسه و بعد بنابراین دوباره این حرکت رو ادامه میده و به این صورت مدارش بیزی میشه و اگه کاری بهش نداشته باشیم توی همین مدار بیزی به حرکتش به دور زمین ادامه میده حالا اگه توی اون نقطه ای اوج که سرعت ماهواره خیلی کم شده بود و موازی با سطح زمین حرکت میکرد یا یه جوری دیگه بگیم جهت سرعتش عمود به جهت نیروی گرانش بود موتورها دوباره روشن بشن و یک نیروی رانش کوتاه مدت به ماهواره وارد کنن که سرعتش رو زیاد کنه یعنی سرعتش رو از 4 کیلومتر در ثانیه به 5 کیلومتر در ثانیه که سرعت مداری اون ارتفاع هست برسونه اون وقت مدار ماهواره به شکل دایره توی اون ارتفاع بالا در میاد و به این صورت ماهواره به مدار بالاتر منتقل میشه این روش کمترین انرژی رو برای انتقال مداری لازم داره چون توی دو تا نقطه صرفا باید برای مدت کوتاهی یک موتور رانشگر فعال بشه و نیروی لازم رو به ماهواره وارد کنه تا تغییر سرعت لازم بهش داده بشه محاسبات لازم برای بدست آوردن این سرعت ها و تغییر سرعت و نیروی لازم برای این تغییر سرعت و زمان لازم برای این اتفاق همشون در حد ریاضیات دبیرستان قابل انجامن ولی من دیگه توی این ویدیو واردش نمیشم و اگه دوست داشتید توی کامنتا ها برای من بنویسید تا یک ویدیو جداگانه براش بسازم با همین روش هم ماهواره ها رو به مدارهای بالایی زمین میرسونن و هم فضاپیما ها رو به ماه و مریخ و فراتر از اون میبرن وظیفه این تغییر سرعت دادن به ماهواره رو همون سامانه انتقال مداری یا بلوک انتقال مداری ایفا میکنه حالا بریم سراغ بلوک انتقال مداری ایرانی سامانه که همین اخیرا پرتاب شد این بلوک انتقال مداری تا قبل از این سه بار پرتاب آزمایشی داشت که پرتاب اول کلا مرحله دوم موشک به خوبی عمل نمیکنه توی پرتاب دوم مرحله دوم عمل میکنه مرحله خود این بلوک انتقال مداری فعال نمیشه توی پرتاب سوم هم این سامانه یک فعال میشه ولی باز هم نمیتونه ماهواره رو توی اون مدار لازم با سرعت کافی رها کنه. حالا هم چند روز پیش چهارمین پرتا به آزمایشی این, این بلوک انتقال مداری رو داشتیم که تا به حال اون مراحل تست اولیه رو به خوبی پشت سر گذاشته. این سامانه یک موتور اصلی سوخت جامد به اسم آرش 24 داره که میتونه نیروی رانشی در حد یک و 3 تن ایجاد کنه. موتورهای سوخت جامد کوچک معمولا مدت زمان کمی میتونن بسوزند که در مورد آرش این زمان 40 ثانیه است. ولی برای اون انتقال مدار همین زمان کوتاه کافیه این رانشگرها با موتورهای موشکای معمولی فرقی دارن و اونم اینه که باید در شرایط خلا کار کنن و بنابراین برخی از قطعات اونها و مخصوصا نازل اونها طراحی متفاوتی داره یک سری رانشگر گاز فشرده سردم داره که مثل کپسول های گاز کوچیکیه که وقتی درشون باز میشه ازشون گاز بیرون میاد و یک نیروی رانشی رو میتونه به اون بدنه کپسول وارد کنه این رانشگرها یا ترسترها کنترل دقیق وضعیت و جهتگیری بلوک توی فضا رو انجام میدن یک سیستم ناوبری و هدایت مستقل هم داره که این سیستم با استفاده از حسگرها و الگوریتم های پیشرفته مسیر بهینه برای انتقال مداری رو محاسبه اجرا میکنه کنترل و هدایت این بلوک با استفاده از جی پی و واحد سنجش اینرسی و دوربین ستاره نگر موقعیت بلوک رو میسنجن و دستورات لازم رو برای تغییر موقعیت به رانشگرهای بلوک میدن در مورد این روش هدایت توی ویدیوی مربوط به سامانه‌های هدایت موشک صحبت کردم یک کامپیوتر پرواز هم داره که مرکز پردازش داده ها و اجرای دستورات کنترلی که هماهنگی بین اون زیر ها رو مدیریت میکنه این سامانه یک سیستم جدایش فعال هم داره که یه مکانیزمیه برای جداسازی بلوک از ماهواره بر و همچنین جداسازی ماهواره از بلوک که به صورت کنترل شده فعال میشه سامانه‌های های جدایش ماهواره دو نوع گرم و سرد دارن توی نوع گرمشون از یک سری پیچ انفجاری استفاده میکنن که با انفجارشون اون پیچ رها میشن و میتونن ماهواره رو توی فضا رها کنند ولی این نوع جدایش ارتعاشات زیادی ایجاد میکنه که میتونه به ماهواره آسیب بزنه و کنترلش هم یه ذره سخته ولی توی نوع سرد از فنرها یا بندهای فلزی برای جدایش استفاده میشه که ایمنی خیلی بیشتری داره و نوع لایت بند که توی سامان یک استفاده شده از بهترین سامانه های جدایشه که علاوه بر وزن و زخامت خیلی کمی که داره شوک خیلی کمی به ماهواره میده و دقت بالایی توی جدا سازی ماهواره داره توی این سامانه یک سری فنرهای فشرده در زیر حلقه‌ای که به ماهواره وصل هستن قرار داره و یک مکانیزم موتوری این حلقه رو به بلوک متصل نگه میداره که با فعال شدن موتور زامن نگهدارنده حلقه و پیچ‌ها رها میشه و اون فنرها ماهواره را از بلوک جدا میکنه در نهایت برای ارسال و دریافت داده‌ها و وضعیت عملکرد بلوک به های زمینی یک آنتن و سامانه های تلمتری روی اون بلوک هست که اطلاعات رو با سرعت 20 کیلوبایت در ثانیه به زمین منتقل میکنه این بلوک قرار اول توی مدار پارک 400 کیلومتری زمین قرار بگیره توی این مدار یک سری از زیر سامانه هاش رو آزمایش میکنه و تست میکنه و بعد یک ماهواره 100 کیلوگرمی مخابراتی رو به مدار 700 کیلومتری منتقل میکنه که با وزن خود بلوک مجموعا 300 کیلومتر رو به مدار 700 کیلومتری منتقل میکنه که این یک رکوردی برای ماهواره های ایرانی به حساب میاد. این بلوک قابلیت این رو داره که ماهواره ها رو تا ارتفاع 7000 کیلومتری هم ببره که توی آزمایش بعدی این قابلیت هم آزمایش خواهد شد و توی نسخه های بعدی قرار این ارتفاع به 35000 کیلومتری برسه که مدار جئو یا زمینیستا به حساب میاد که در مورد ویژگی‌های منحصر به فرد این مدار توی ویدیو مربوط به ماهواره مفصل توضیح دادم امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و منتظر نظراتتون در مورد مطالب ارائه شده توی این قسمت هستم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار